روز قرار بودش که من ساعت 6 و نیم صبح از خواب بیدار شم و ورزش کنم و به کارام برسم. چون دیروز یه شنبه بود، امروز دوشنبه است و من دیروز فهمیدم که چهارشنبه عیده و من خیلی کار عقب افتاده دارم. به قدری استرس گرفتم یهو که اصلا معده درد گرفته بودم. یعنی یه تایم طولانی بود من یهو اینجوری استرس نگرفته بودم، ولی یهو میگم خیلی استرس شدیدی گرفتم. مرهم گفتم بذار 6 و نیم پشم فرداش که به کارام برسم. حالا الان بهتون میگم که کارام چیه و قرار با هم چی کار بکنیم. اول از همه که من روز زوج ورزش دارم، نمیخواستم هیچ جور این ورزش میس بشه، چون میدونی مثلا ورزش اینجوریه که تو یه روزتون وسط شل میدی میگی که بذار نمیدونم از شنبه دوباره شروع بکنم، یا اصلا بدنت اون انعطاف و اون آمادگی که مثلا برای ورزش داری و از دست میده و من نمیخوام این سیکل از اول تکرار بشه. برای همین هر جور شده میخواستم ورزش رو امروز داشته باشم. مورد بعدی قضیه نمایشگاهی که تو ولاگ قبلیه بهتون گفتم چه خبره، اگه ندیدین برین و ببینین. من یهو به خودم اومدم دیدم که الان چهارشنبه روز نمایشگاهه و تنها کاری که من برای این نمایشگاه کردم اینه که سه تا پوستر براشون طراحی کردم و سبز سبز کردم. کلی خرید داره، یعنی امروز باید برم خریده اونو بکنم. حالا جدای از دیزاین و خریدهایی که میکنم، کلی مثلا گیفت و نمیدونم وسایل تزئینی، فال حافظ میخوام بذارم، خورده کاری زیاد داره. بعد مثلا پکیج آجیل و اینا میخوایم درست بکنیم، بسته‌بندی بکنیم، اینا همه یه سری خورده کاریه که پارسالم تا 4 صبح، یعنی روزی که فرداش نمایشگاه بود، دقیقا من فکر نمیکردم انقدر کارا طول بکشه، ولی تا 4 صبحش من داشتم این پکای آجیل رو بسته‌بندی میکردم و دیگه گفتم بذار امسال اون بلا سرم نیاد، امروز که دوشنبه است برم حداقل خریداشو بکنم، شروع کنم یه مقدار که دیگه اینجوری سه شنبه این واقعا اتفاق برام نیفته. چون که سه شنبه روزیه که باید بریم بچینیم اونجا رو دیزاین کنیم دیگه، همه چی نهایت آخر امشب باید آماده باشه که سه شنبه ببرم. اتفاق دیگه، حالا برای کسایی که نمیدونن، بچه‌ها من 3 ساله تو زمینه مهاجرت کار میکنم، مهاجرت به مجارستان، به هلند، به آلمان و کانادا، و اینم پیج کاریم با یه مؤسسه، یعنی با یه شرکتی که تو خود مجارستان هست و با یه کالج کار میکنم. اینم پیجیه که حالا به تازگی خودم زدم، میتونید مستقیما از طریق خودم اقدام بکنید. و یوهو ببین اصلا میدونستم و دیدی مثلا خیلی این ویژگی بدیه که من دارم و واقعا تو سال جدید باید درستش بکنم. من اینجوری هم که یه عالمه کار که سرم میفته انقدر لفتش میدم میذارم برای دقیقه 90، یهو دقیقه 90 اصلا پنیک میکنم. این تابلو چرا این وریه؟ آره، حالا تو این پیجم با بچه‌ها یه وبیناری داشتیم برگزار میکردیم، وبینار پزشک شو، که اگر که دوست دارید شما الان هم میتونید شرکت بکنید، چون وبینار انداختم عقب ولی تا دیشب قرار بود امروز برگزار بشه. این وبیناره قضیهش از این قراره که کسایی که میخوان پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی بخونن، یه وبیناری من قراره براشون برگزار بکنم که 0 تا 100 این که نحوه ورودش چجوریه، نمیدونم زبان دانشگاه چجوریه، روند دانشگاه اینجا چجوریه، چجوری انتقالی بگیرن به ایران، ارز دانشجویی، ورود به بازار کار، نمیدونم تخصصای پولساز و اینکه چجوری اصلا وارد بازار کار بشن و اینا، اینا همه قراره که تو این وبینار توضیح داده بشه. و من این وبینار اون چیزی که تو ذهنم بود طراحیش بکنم، اصلا دلم نمیخواست شبیه یه جلسه مشاوره بشه. یعنی براش فیلم تهیه قرار بود بکنم، پاورپوینت داره که یه چیزی قشنگ ارائه بدم که هیچ سوالی نمونه برای کسایی که این وبینار رو شرکت کردم. وبینارم کلا 2 جلسه است، یه جلسه توضیح منه و جلسه بعدی هم پرسش و پاسخه. آره، یهو یادم افتاد که فردا وبینارم و من فیلم، پاورپوینت، هنوز هیچی آماده نکردم، همه چی فقط تو ذهنم دارم. هیچی دیگه، اصلا داشتم پنیک میکردم دیگه. دیشب از زور استرس ساعت 1 شب خوابم نمیبرد. من اگه بهتون بگم چه سوتی دادم الان، علی دیشب رفت خونه یکی از دوستاش موند، یعنی شب رفت اونجا دیگه دیر وقت شد تا برگرده، من گفتم دیگه بمون چون من زاورا میشم. بعد من معمولا مثلا از صدا تو این یه شورت داشتم آدمای سمیو چجوری مثلا بشناسیم و اینا، یکیشی باش که از صدای پای نفر بفهمی مثلا فلانی اومده. من همیشه گوشام اصلا خیلی تیزه، خوابم خیلی سبکه.
قشنگ مثلا از صدا پا و اینا میفهمم یه نفر اومده. الان فکر کردم علی اومد وای خیلی بد بود. فکر کن اینجوری در رو وا کردم، از پشت درم سایه یه نفر رو دیدم که مثلا پشت درم، گفتم اینه دیگه برم در رو وا کنم. در اینجوری وا کردم دیدم این خانم هست که میاد را پلامون رو تمیز میکنه و پشت در ما بود. من این دیوونا یه در اینجوری وا کرد داته من هلو من در رو بستم. خیلی بد بود، خجالت کشیدم. میدارم قضیهش اینجوری، ولی با بچه ها همه هنگ کردم چون ساعتی که وبینار میشد که برگزار بشه 8:30 شب بود به وقت ایران، یعنی 6 بعد از ظهر ما، چون من باید یه سری کار رو صبح انجام بدم دیگه. باشون همه هنگ کردم، گفتم اگه اوکی این مثلا به شلوغی دم عید نخوره بندازیم برای 15 فروردین. حالا اگر که شما هم دوست دارید که مثلا بدونید راجع به این رشته ها یا شرکت بکنید، میتونید توی این پیجم به این پیام بدید. بچه خیلی مفیده، من چون خودم هم دانشجو پزشکی بودم، اگر که توی روند قضیه باشی خیلی راحت تر و کامل تر و دقیق تر میتونی توضیح بدی برای یه نفر تا اینکه خودت بیرون میدون باشی و حالا صرفا بخوای مثلا بچه رو ثبت نام کنی اونجا. حالا اگه دوست داشتید به این پیام بدید که شما هم شرکت بکنید. خلاصه که یه سری کار عقب افتادم دارم از شنبه که اونارم دیگه میخوام همه رو ببندم امشب تموم شه بره. این وبینار رو که جابجا کردم، با اینکه دیشب کاراشو انجام دادم مقدار زیادیشو، ولی باز یه حجم فشار از اون برداشته شد، راحت‌تر شدم. خدا خیرشون بده که قبول کردم این وبینار رو تاریخشو جابجا بکنیم. ولی واقعا من این عادتامو باید درست بکنم. من خیلی دقیقه 90 شدم، یعنی هی میگم حالا وقت هست وقت هست وقت هست و دقیقه آخر واقعا اگه شما مثل من این بهم بگید براه کاری دارید که من اینجور دقیقه نمیدی نباشم. الانم متم رو گذاشتم اینجا، اسباب بازی این بچه رو این برم 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 ورزش بکنم و بعدش با هم بریم به کارامون برسیم. آم و یه چیز دیگه هم که استرس گرفتم این بودش که خونم تمیزه ولی به هم ریخته است به شدت و اینستا رو باز کردم دیدم همه سفره هفت‌سینشون هم چیدن علاوه بر اینکه خوندگونی کردن، و من سفره هفت‌سین هم ندارم. یعنی امروز باید یه سفره هفت‌سین برای خودم هم بگیرم و خونه رو یه دستی بکشم. خلاصه که خیلی کار داریم امروز با هم. ازش تموم شد، من یه قهوه برای خودم ریختم اومدم نشستم تو اتاق کارمون. معمولا علی اینجا میشینه پشت این میزا کار میکنه، ولی خب الان نیستش، برای یه سر کار بیرون داشت و اینا. گفتم بیام بشینم اینجا زر کارامو انجام بدم بعدش بریم برای خرید. من خیلی خوبه که یه فضا باشه که وقتی که آدم میخواد کارشو انجام بده، حتی اگه که مثلا کارتون از خونه و هوم آفیس هستید، از اون محلی که حالا چه میدونم حال اتاق خواب اینا جدا باشه. مدلی هم که اینجوری مثلا جدی تر میشینم پا کارم و حواسم ورور پرت نمیشه، زودتر تموم میکنم. کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که یه دوره ای ما داریم، دوره زبان آلمانیه برای کسایی که میخوان برن آلمان، هنوز مدرک زبان ندارن، میتونن از دوره زبان آلمانی مجارستان شروع بکنن. کلن یه سال این دوره و مستقیم برای آلمان اقدام بکنن. این قضیه این مدلی شده که قراره که کلن کیسایی که برای دوره زبان آلمانی میخوان شرکت بکنن 0-100 خودم انجام بدم. یه سری دیتیلزش رو بعد اینجا برای خودم بنویسم برای بچه‌ها که حالا مشاوره دارن و میخوان قرارداد ببندن، که کامل همه چی جلو مشخص باشه. گفتم یه ساعت تایم بدم، ساعتم 12 شد ولی حالا اشکال نداره، همونجا بازه تا بعد از ظهر بشینم اینو بنویسم و بریم سراغ بقیه کارا. بچه ها تموم شد، الان میخوام موهامو رنگ کنم. حالا مسئله اینه که من ولاگ گذاشتم براتون، گفتم که چجوری اینا رو بلوند میکنم بقیهشو. مسئله اینه که رنگایی که از ایران آوردم تموم شده و رفتم رنگ خریدم اینجا. حالا بیام بهتون بگم چیه. رفتم از رسمن یه سری رنگ گرفتم، الان بهتون نشون میدم. از گارنیر هم گرفتم ایناست. اینا که اینطور روشنه تو خودش پودر دکلوره داره خب، ولی آرایشگرم به من گفت که خودت تو خونه این رنگشه. بذاریم با هم بازش کنیم الان بهتون نشون میدم. یه دونه رنگ دیگه چی داره؟ این اکسیدانه که توش داره، این که همین
مثل چیه؟ ماسک مو بعدشه، دستکششه. ببین رنگایی که اینجور روشنه تو خودش پودر دکلوره داره. خب آرشگرم به من گفتش که خودت دکلوره نکن، اما واقعیتش اینه که من اصلا مطیره به من نمیاد. یعنی اینجا که الان اینجور شده رو مخ منه. یه ماه و نیمه دیگه هم میخوام برم ایران، ولی الان این شیطونه داره میگه که خودت بلیچ کن. حالا چشم هم افتاد به این خودش بلیچه. نمیدونم الان این کار رو انجام بدم یا نه. یه بار چند سال پیش من از این کلاها گرفتم که توش مش در میارن، بیسمون قهوه‌ای بود، اومدم خودم دکلوره کردم، ولی فکر کنم اشتباه این کار رو کردم. اون موقع که این کار رو شانس آوردم به ریشه موهام نزده بودم. اون موقع که این کار رو کردم همه موهام خورد شد اومد پایین و من مجبورم تا اینجا کوتاه کنم. الان قضیه خیلی خطریه چون اینا دیگه ریشه از شوخی نداره، ولی خیلی دلم میخواد روشنش کنم. نمیدونم چیکار کنم. بذارم دستورشو بخونم ببینم چی به چیه. مایده چیکار کرده؟ چون دو تا پودر دکلور این شکلی داره توش، نوشته که اگه نصف اینو میخواییم بزنین یه دونه این پودر کلوره، اگه کلش که دوتا. خب همه رو با هم قاطی کرده، اینجا اومده ساقاشو زده، 10 تا 20 دقیقه گذاشته، بعد رفته ریشاشو زده، 25 دقیقه گذاشته، بعد نمیدونم چرا 5 دقیقه هم موهاشو بسته. ولی من فقط چیز دارم، ریشه یه موهامو دارم. امیدوارم دم عیدی کچل نشم. شیطونا داره میگه برم این کارو انجام بدم. ببین رنگای ایرانم آوردم. چیزی که این آرایشگرم بهم گفته بود بگیرم 1201 که آج فیلیه، که این دوتا الان 1201 که بعد از این و این به یه نسبت با این باید بریزم. این 1221 که یخیه. بعد 3-0 هم میخوانه. 3-0 که روشن کننده است تموم شده و اکسیدانی هم که از ایران آوردم تموم شده، اکسیدان 6%. یه دونه اینو دارم که اصلا نمیدونم روش ننوشه اکسیدان چند درصده، نمیدونم. شاید ته اینا رو بزنم به موم تموم شه بره، مثلا ماه دیگه خودم اینو بزنم. آقا من ریسک نکردم با اینکه اون ترکیبی که باید میکردم تموم شده بود، مثلا 3-0 نداشتم یا نسبت رنگا مثلا 1 نشد، چون اصلا یخیم خیلی کم بود، بیشترش آج فیلیه دیگه. همینا که مونده بود و قاطی کردم، گفتم بعدم برم اونا رو استفاده کنم، آخرش بهتون نشون میدم چجوری شد. وسواسی هم که من دارم بچه ها، یه چیزی که نسواس رو حتما باید تمومش کنم بعد یه چیز جدید باز کنم، اصلا من خورد میشه. برای همین دیگه همه اینا رو قاطی کردم، گفتم بذار تموم شه دیگه ماه دیگه برم سراغ اینا، اگه تا ماه دیگه ایران نبودم که احتمالا هستم. آماده این موهام ببینین چطور شد؟ ببین خودم که احساس میکنم اوکی، یعنی ریشه هاش از اون چیزی که دارین میبینین روشنتره خیلی، یعنی قهوه‌ای معمولی رو به روشنه. این پایینش هم زردیاش رفت، یعنی یه بلوندی شد که دوست دارم، ولی هنوز یه کوچولو زیر میراش خیسه. حالا خوشه یه مقدار روشنترم میشه. خب بچه ها اومدم خرید کنم برای هفت‌سین. اینجا یه مغازه هست اسمش یوروشاپه، تو اکثر کشورهای اروپایی هستش. بعد همه چی توش داره، مثلا از لوازم آشپزخونه بگیر، مثلا شمع، چیزای تزئینی، لوازم کاردستی. بعد قیمتاش همه 1.5 تا 2 یوروه. بعد برای این هفت‌سینه چون چیز زیاد لازم داریم، دارم میرم این یوروشاپه خرید کنم. یا علامه تا اونم باید چیزی بگیرم که خودم درستشون کنم. حالا یه فیلم کوچولو همونجا براتون میگیرم، برگشتیم هم نشون میدم که چی خریدم. اینجا قسمت ظرفاشه که بین این ظرف سفالیا و این ظرف آبیا برای هفت‌سین نمایشگاه مونده بودم. بعد برای هفت‌سین خودمونم بین این برگی و این کاسه مونده بودم دیگه. یه سری خرید دیگه کردم که بریم خونه بهتون نشون میدم. من برگشتم با یه عالمه خرید رندوم، رفتم وسایل هفت‌سین بگیرم، انقدر چرت و پرت گرفتم این وسط. حالا بیاین خریدار رو با هم دیگه باز کنیم بهتون نشون بدم. خوشنگ شد. برای نمایشگاه یه دونه این سبده رو گرفتم، قراره که توش فال حافظه کوچولو کوچولو بذاریم، اینطوری بگیم بفرمایین بفرمایین هم بردارن. یه سری از این تخم مرغا گرفتم که یونولیتیه، قراره اینا رو بذاریم روی میز همونجا و اینا که میان بازدید کنن میتونن بشنن تخم رو قنگ کنن. این آبرنگرم گرفتم که بشینن
اینا رو رنگ کنم باهاش. رنگر گرفتم، قراره که یه سری حاجی فیروز و عمو نوروز روی یونولیت بزرگ با یه اژدها سردر اونجا درست بشه، به خاطر اینکه سال اژدهاه و خب حاجی فیروز هم دیگه نماد عید ماهه. رنگ داشتم ترسم تموم کنم، حالا اینو گرفتم که هم بر نقاشی خودم استفاده بکنم، همین که برای چیز میذاره نمایشگاه. دفتر این شکلی گرفتم، قراره که تو این دفتره بیان نظرشون رو یادگاری بنویسن، منتها این روش رو قراره که یه طرح سنتی ایرانی پرینت کنم، بزنم این رو و این پشت و انقدر زشت نباشه. حالا ترهرم هنو پرینت نکردم، فردا پرینت میکنم دیگه، بستن هم. یعنی رندوم ترین خریده ممکن رو کردم، نون گرفتم، اینو نگاه، اخ فداد بشم ماما، تو عشق منی. به همون منظور یه رنگ آبی گرفتم، این ظرفا رو برای هفت سین خودمون گرفتم، همش رو باز نمی کنم، همش همین شکلیه. اینا رو برای هفت سین خونه خودمون گرفتم، اینا رو برای هفت سین نمایشگاه گرفتم، اینا هم پنج تاست. سفالیه، یه طرح سنتی گوگلی خوشگل داره که توش آبی فیروزه‌ایه، روشم سفالی. و حس کردم برای نمایشگاه که قراره مثلا دانشجو اینترنشنال بیان و سنت ما رو این شکلی ببینن، همچین چیز قشنگ تره. یه رنگ مشکی دیگه گرفتم، اکریلیک مشکی، فکر کنم چون حاجی فیروز داریم خیلی مصرف بشه. گل لاله گرفتم برای هفت سین خونه خودمون گل بذاریم. اون بچه چیز میز کم داره، یه دونه سیب گرفتم برای هفت سین. رندوم ترین خرید ممکنه کردم، یه دونه بوم گرفتم برای نقاشی جدیدم که میخوام بکشم. یه چسب قطره گرفتم چون که یه گوشواره گرفتم چند وقت پیش از برشکا، اومدم خونه دیدم سوزنه گوشواره تاقی از تو جاش در اومده، گفتم اینو بگیرم بزنم درستش کنم. با این رنگ زرد مقوا گرفتم، مقوای قرمز و سبز و سفید و مشکی، چون که قراره حاجی فیروزای کوچولو کوچولو درست کنیم به عنوان عیدی و یادگاری بذاریم بغل آجیل و اینجور چیزا. و قراره که دوتا ماسک هم درست کنم، یکیش عمو نوروز باشه یکیش حاجی فیروز، بغلش یک کلیپ کوتاه قراره پخش بشه که مثلا توضیح بده که اصلا رسم این حاجی فیروز و عمو نوروز از کجا اومده، و این ماسک مثلا به صورت ماسک درست کنیم، هر کی دوست داشت بیاد ماسکا رو بزنه عکس بندازه. خدای خیلی زحمت کشیدم برای این نمایشگاه. ماژیک وایت بورد گرفتم چون یه وایت بورد کوچولو دارم که ماژیکش تموم شده بود، کارهایی که مثلا ضروریه باید انجام بدم و هر روز اون رو می‌نویسم که یادم نره. یه روبان گرفتم برای تزیینات لازم میشه، مخصوصا برای دور سبزه، از این چسبای تفنگی که 100% لازم میشه، پارسالم خیلی از اینا مصرف شد، برای مثلا دکور کردن مثلا روبانی چیزی یه چیزی رو بخوای بچسبونی در صورت لازم میشه. یه لباس هم از استرادیواریوس گرفتم برای خودم که الان حال ندارم بپوشم، بعدم براتون میپوشم. یه دونه لباس این شکلیه، انقدر خیلی کوتاهه، این شکلی نگاش نکنین. اینو با یه دونه شلوارک چرم مشکی با چکمه چرم مشکی با جوراب شلواری قراره که روز نمایشگاه بپوشم. حالا روز نمایشگاهم ولاگ میگیرم ببینید، الان واقعا خیلی خستم دیگه، حال ندارم اینو بپوشم. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشین، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره که بزرگترین حمایت از منه. تا ویدیو بعدی، خدافظ.